صحت شما خوب، صبح شما بخیر، عاقبت شما بخیر، شما زنده باشین، لطف کردین، صفا آوردین، خداوند شما را زنده داشته باشه، شما را به اینجا خیر مقدم بگیم، به این کافه که نو افتتاح کردیم به نام مرکز فرهنگی پرسرخ که در اینجا ما صنایع دستی افغانستان هم هنرهای قدیمی افغانستان هم در نقش فعلا اجرا کردیم که از در این مکان فرهنگی شما دارین همین بخشای را که گفتید. خب میخواییم کمک معلومات بتوام، خصوصا ایجا هموطن عزیز ظرف هم دیده میشه و یک چاینک خیلی قدیمی. کاک انور مرا اجازه میدی که من به اون طرف خودت بیم؟ خیلی خوب، به خاطر از این که امین جانم بتونم خوب شورچای پخته میکنن. گفتین که وطندارای بدخشان ما در این چاینکا چونم یک چای خاص دارن به نام شورچای که در این پخته میکنن، در این تزین میکنن، دم میکردن، درست؟ که بسیار این برنج است، خودش برنج است و کلش کار کندن کاری دست است که هم در این وطن خود ما و شما ماده شده، در بدخشان شاید جور شده باشه؟ دیگه گفتن همیتونو کجا من تا کار دست صنعت خود ما هست و ای که در مثال از این جامش هست، اون جامایی که به مقابلتان هست جامش هست باز میریم بطنه هزار دفعه و اونو غوری هایی که شما میبینید، اینی غوری ها از سنگ لاجورد مرتزین کردیم. از سنگ ای از سنگ لاجورد امی جان میشه خودت یک چند تصویر از این غوری ها بگیری؟ خیر است، مشکل نیست. از سنگ لاجورد خود افغانستان ما که لاجورد از بدخشان است که ما اینه شما میبینید ما توته لاجورد اینی سنگ شما مقصود است. سو مقصود که تسبیح از جور میکنیم و این سنگ لاجورد است. اینی سنگ و اینی سنگ سرخ به نام سنگ بیرایت میگن. این سنگ برای تزینی است، برای می تزینی زیورات کار میگیریم و ما اینی توته توته سنگ رو شما میبینید اینا همش توته بود. اگر شما خواسته باشه یک نغوری که شکسته بر شما عملا نشان بده که اینا سنگ ها کلش توته توته جوگزین شده، باز روی از این سیقل شده، باز پالش شده، باز آماده شده. خیلی عالی کاکو انور، ایره خودتون آماده کردین، خودتون جور میکنین دمیجا داریم ده همیجه منتا فعلا یک ذره یک نو هستیم. باز بخیر میایین دستگاه شما میتونین از دسترس ما شاگرد حتما ما میایم در جریان ساختن از این طبقه که شما میبینین از لاجورد همه ساخت خود ماست، کارخانه داریم، شاگرد داریم، دستگاه قالین ما، دستگاه قالین اون ابریشمی میبینین کار خود ماست، تولید داریم. خیلی عالی، خیلی موفق باشید. باز قیمت ها چطور است؟ امی غوری چند است قیمتش؟ فعلا اگر با پیمانی حال چون یک درجه از ناس قیمت شده، سنگ سابق بود یک درجه حکومتی بود که هر کس زور بود سنگ میارد، سنگ قیمت نبود. آره یک به حساب مالیه اون گپا سنگ پابندی شده. اگر ما به او پیمانی که برای ما این کان داری غوری ها 12,000-13,000 تمام شده در او غوریش، اگر حال بخواهی بمیره 12,000 یک شاگرد اجرت به شما میخواهی. بس شما به چند مفروشین می آگوری؟ ما فعلا نیره دیگه تابال فروش نکردیم، قیمت گذاری نکردیم، یعنی بالاتر از 12,000 افغانی. ما منفعت یک چیزی که منفعت ببینیم به خاطر ازی که اگر ما بخریم پس به می سنگ ما می سنجیم، ما پس اگر می سنگ بخریم ما این قیمت آل خودم می گیریم. ما چون ما گفتیم قیمت که برای ما تمام شد قیمت است که 8 سال پیش 9 سال پیش یا 10 سال پیش برای ما در این بخش صنایع دستی دیگه همه چیزی که دیده میشه از وطن خود ما هست و کارکرد شما هست، درست؟ خب این قالین هم دیگه قالینای وطنی هست؟ وطنی هست همش. این قالین ها کار هرات هست، کارای هرات هست، اینی پاهان کار هرات هست، اینی منار غزنی هست، این سلطان غیاث الدین غوری است همراه برادران سلطان شهاب الدین غوری که یک تاریخ دارین. قالینا دیگه نقاش نقشش است؟ بله نه نقش بکه است خودشان نقش. من یک روز کاک انور پیش خودت میم مکملم یک گزارش، فقط میخواهیم که از این بخش صنایع دستی داشته باشین که بیشتر معلومات بدید. یک آنم ممنون از شما، موفق باشین، قربان تان، زنده باشین. سارا کریمی رئیس افغان فیلم هم خوشبختانه که همیجا تشریف آوردن، میخوایم که نظرشون در مورد مکان فرهنگی داشته باشیم. سلام خانم کریمی، صبح بخیر. صبح شما بخیر. سلامت هستین انشاءالله؟ نباشین. تشکر.
خب میشه که نظرتون در مورد مکان فرهنگی پل سرخ داشته باشید؟ به نظر ما باید بازگشایی این مکان فرهنگی را در پل سرخ که به هر حال منطقه فرهنگی است در کابل و فعال نیک گرفت، چرا اینکه فکر میکنم هر مکانی که ایجاد اتفاقهای فرهنگی بکنه و همچنین فرهنگیان را، شاعرین، داستان نویسا، فیلم سازا، همه اهل هنر و فرهنگ را گرد هم بیاره تا بتونن اندیشه آفرینی بکنن، تا بتونن در واقع آفرینشگری بکنن، این برای نه تنها خود اهالی همین منطقه بلکه برای افغانستان و برای اهل هنر و فرهنگ مفید است. و همچین مکانهایی در واقع بسیار کم است داخل کابل و فکر میکنم در دیگه شهرها، در ولایات و اینها، و خیلی خوب است که مثلا شما همانو هم کافی شاپ است، هم کتاب فروشی است، هم کتاب خانی است، هم کتاب خانی است، هم کلاس های آموزشی است، آموزشی موسیقی، داستان نویسی، اینها همه باعث میشه که جوانان بتونن یک مکانی را داشته باشن که در واقع اونجا برن و استعدادهایشان کشف بشه، استعدادهایشان بارور بشه و حتما بخش مهمی از جامعه فرهنگی را در آینده تشکیل خواهند داد. و من از این بابت از تمام کسانی که در واقع این مرکز فرهنگی را بازگشایی کردن تشکر میکنم. سلامت باشین، یک عالم ممنون. شکر. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.